با رسیدن فصل سرما، صفهای مراجعین در شفاخانه ها هم طولانی شده. بیشتر مراجع کنندگان با مشکل تنفسی مواجهند. حالا نگرانی از احتمال شیوع موج دوم کووید 19 مطرح می شود. در این میان وزارت صدامه می گوید در 2 هفته اخیر درصد موارد مثبت افزایش یافته و به 17% رسیده. هرات اما با داشتن بیشترین موارد مثبت در صدر قرار دارد. بر اساس گزارش ها در 24 ساعت گذشته 66 مورد مثبت کرونا به ثبت رسیده است. در هفته گذشته که هفته 40 میشه فیصدی معاینات که مثبت شده بودن 17% بود. یعنی با مو هفته روند که در هفته 37 و 38 داشتیم امو روند پس برای خود مریضای کووید 19 یا فیصدی معاینات که میشه برای خود گرفته که 17% هست. با این حال وزارت صحت عامه بار دیگر پوشیدن ماسک را اجباری کرد. این بار اما تنها در ادارات و شفاخانه ها. اقدامی که در ماهای گذشته از سوی شهروندان جدی گرفته نشد. حالا این وزارت میگوید اشتباه گذشته نباید تکرار شود. امروز وزیر صحت عامه امرای 34 ولایت تلیکانفرانس داشت. از طریق تلیکانفرانس برای تمام 34 ولایت گفته شد که ماسک پوشیدن کارمندان صحی در داخل مراکز صحی اجباری هست و شما کوشش کنین کسایی که مراجعه میکنه به کلینیک ها باید و از ماسک استفاده کنه، بدون ماسک کوشش کنین اجازه نتین. ویروس کووید 19 حالا جزء زندگی مردم شده و برای در امان بودن از آن نیاز به مبارزه دوامدار است. حداقل تا توزیع واکسن کرونا، واکسنی که قرار نیست به این زودی ها در اختیار کشورهای فقیر چون افغانستان قرار بگیرد. که دولت این مسئله جدا پیگیری کنه و تبلیغات بیشتری کنه تا اینکه مردم همین باور واقعا داشته باشند که ماسک زدن ضروری استش و کرونا در حال برگشت است. حکومت افغانستان خصوصا در رأس وزارت صحت عامه باید با معیارها و شاخصهایی که او لازم میبینند چطور بتانند به این لبک بگوند و به این بتانند مبارزه بکنند تا اینکه مردم ما از یک شوی امراضی کرونا موج دومش نجات پیدا بکنند. پس از آن که اداره هوانوردی ملکی در مکتوب از وزارت صحت عامه خواست جلو آزمایش های جعلی کووید 19 از سوی لابراتوارهای شخصی را بگیرد، این وزارت میگوید تا کنون به 3 لابراتوار اختاریه داده شده و 1 لابراتوار هم مسدود شده است.